خانم عصمت طالبی، بخش اول صحبت‌های حمید نوری رو شنیدیم، مقدمش رو گفت ابتدا میخوام یک فونداسیون بگم و بعد دفاعیاتم رو شروع کنم. نظر شما درباره صحبت‌هاش چی بود؟ مدام سعی میکرد که کشتار سال 67 رو انکار بکنه و اون رو یک نمایشنامه و داستان دروغین خیالین خوند. شما چی فکر میکنید در این مورد؟ سلام میکنم به شنوندگان عزیز. من فکر میکنم الان چون اینقدر حرفای ضد و نقیضی میزد که آدم نمیتونه اونجور کشا بده. اولا 20 دقیقه فقط وقتی که بهش داده بودم 20 دقیقه فقط سلام کرد، یعنی هیچ محتوایی که بتونه از خودش مثلا به عنوان این که برای دادگاه سندیت داشته باشه فعلا تا این دقیقه که ما در داخل بودیم هیچ گفته ارائه نداد، متاسفانه یا خوشبختانه. بعد در رابطه با کشتار 67 که خود عواملهای جمهوری اسلامی بارها تو سخنرانیاشون گفتن که خطاهای بزرگی بوده این اعدامهای دست جمعی و به اضافه دهه 60، با این وجود آقای نوری در این دادگاه منکر اصلا یک چنین کشتاری رو به نظر من به گفته هاش اضافه کرد، کاملا رد کرده و داره مقدمه‌ای که میچینه به ملت ایران، به خطاب به ملت ایران اینجور بیان میکنه که یه چنین اتفاقی نیفتاده. ولی من فکر میکنم که با سندیتی که تو خود جمهوری اسلامی به اضافه اینکه ماها خانواده ها که عزیزانمون تو اون دوران 67 با داشتن حکم به صورت دست جمعی در گورستان‌های مثل خاوران به خاک سپردن، هرگز از پا نمی‌نشینیم و اینو سندیت دادیم. از نظر بین‌المللی هم این دادگاه کاملا قانونیت پیدا کرده و به هیچ وجه با گفته‌هایی که ایشون تا این ساعت ارائه دادن هیچ گونه نمیتونه این مسئله رو به زیر ببره و یک واقعیت تاریخیه که باید این در تاریخ ما گنجانده بشه. میخوام از احساس خودتون برام بگید خانم طالبی، موقعی که سعی میکرد با تمسخر درباره این اعدام‌ها این افرادی که اینطوری جانشون در زندان‌ها گرفته شد صحبت بکنه، سناریو میخوند، سعی میکرد خودش رو در موقعیت قربانی نشان بده به عنوان کسی که بعد از 33 سال اینطور بیان کرد که یک مأموریت به دوشش گذاشته شده که بیاد حقیقت رو بگه، شما به عنوان کسی که عزیزانتون رو در این کشتارها از دست دادی چه احساسی داشتید موقعی که چنین صحبت‌هایی می‌کرد؟ اول از این از حضور ایشون در رو در رو برای یه واقعی سنگینیه برای ما، چون میدونیم که چه شکنجه های زیر دست این برای عزیزان ما در اون زندان ها انجام گرفته و اینکه اینجا خودش رو مظلوم نمایی میکنه خب نشینگر ضعفی که میدونه این قضیه به گردنش واقعا پیچیده شده، همونطور که بچه های ما رو گردنشون با تناب پیچوندن و اعدام کردن، الان قانون به گردن این پیچیده و نمیتونه از زیر قانون و از قانون قضایی که توی یک کشور دیگه داره انجام میگیره به قول معروف شونش خالی بکنه. ما امیدواریم قوه قضایی سوئد بتونه اونجور که شاید و باید، ما نمیخواییم قبل از قانون گذاری صحبت کنیم. و احساس من اینه که واقعا بشر به چه جایگاهی رسیده، چنین ضعف میخواد از خودش نشون بده و ضعف خودشو برای ارائه دادن حقانیت خودش هم میکنه، یعنی این ضعف رو احساس میکنه که حقانیتش به این شکل انجام میگیره. من فقط همینه و من خودم واقعا تمام بدنم داره میلرزه با گفته های دروغی که خودش داره ارائه میده و خودش هم میدونه این دروغ هستش که ارائه میده. خیلی اذیت میشم. مرسی از این که گوش دادید. من صحبت سپاسگزارم از شما. خواهش.